با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 13 ماه قوس سال 1397 هجری خوشبینی در آغاز سرخط چند خبر. پایان درگیری نیروی امنیتی با تعمیم شانسه و تعطیل بخش مهم از شهر کابل برای بیشتر از 24 ساعت. قاضی شهر یک مهمات جای به جای کرده، اولی ما شما این فکر کنیم این یک مهمات از کجا آورد؟ از آسمان افتید؟ دیشب ما در بین درگیری 5 نفرش بازداشت کردیم و امروز 13 نفر با خود تامین بازداشت شده. بدبینی بیشتر از 60% در شهروندان افغانستان به آینده. یوش پیتر فیصد خلق در روس هوایی چه افغانستان یا در زمو هیواد در پا ناسم لوری روانده ای. خود ریدش فیصد خلق بیا هم در فکر کهی چه خوشبینه دی چه افغانستان پا سایی لوری روانده ای. رسیدن زلمه خلیلزاد به پاکستان در آغاز سومین سفر او به منطقه. ما به دنبال حمایت تمامی کشورهای مسئول از صلح در شبه‌قاره و کمک به گذشتن از این جنگ هستیم. در افغانستان جنگ به 40 سالگیش نزدیک می شود. راهیابی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال برای نخستین بار بر رقابت‌های فوتسال جام رقابت‌های آسیا. با تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در صورت جلوگیری از صادرات نفت این کشور از سوی امریکا. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نیروی امنیتی پس از 24 ساعت تمیم شانساب رئیس یک شرکت امنیتی پیشین را با افرادش بازداشت کردند. پلیس کابل میگوید که در درگیری میان نیروهای امنیتی و مردان مسلح تمیم شانساب یک پلیس و یک تن از مردان مسلح وی جان باختند و 6 پلیس، یک خبرنگار و 3 تن از افراد تمیم شانساب زخم برداشتند. به گفته پلیس از خانه تمیم شانساب مقدار جنگ افزارهای سبک و سنگین نیز به دست آمده است. نیروهای امنیتی از آسیب رسیدن به دو هامبی، 4 موتر رنجر و شمار از موترهای غیر نظامیان در شیلی که نگهبانان تمیم شانساب خبر می دهند. انیسا شهید گزارش می دهد. درگیری ها میان نیروهای پلیس و نگهبانان تمیم شانساب که در گذشته رئیس یک شرکت خصوصی امنیتی بود، یکی از بخش های قلب کابل را برای بیش از 24 ساعت مفلوج ساخت. پلیس کابل از کشف جنگ افزارها به شمول RPG و پیکا در این خانه خبر می دهد. دیشب ما در بین درگیری 5 نفرش بازداشت کردیم و امروز 13 نفر با خود تامین بازداشت شده. به گفته پلیس پیش از چاشت روز دوشنبه هنگامی که نمایندگان پلیس و سارنوالی برای تخلیه این خانه در شهر نوه کابل رفته بودند تا آن را به شخصی به نام اسدالله که صاحب این خانه گفته می شود بدهند، با مقاومت مردان مسلح تمیم شانساب روبرو شدند. از دیگه ولایت مردم گله میکنه که طالب از داعش است. اینجا پایتخت است. کسانی که در این منطقه کار می کردند، دوکانها و کراچی هایشان را رها کردند. قاد شهر یک مهمات جای به جای کرده، اولی ما شما این را فکر کنیم این یک مهمات از کجا آورد؟ از آسمان افتید؟ پلیس می گوید مادر تمیم شانساب که اکنون به تمیم وردک مشهور است، با رحیم وردک وزیر پیشین دفاعی ملی ازدواج کرده است. افراد زورگو در شهر کابل وجود دارند و متاسفانه ای که دولت چرا نمیخواد جلو از اینا رو بگیره، این خودش یک سوال است. این دختر خردسال میگوید که در جاده ها کفش های مردم را رنگ میزند، اما اکنون در این بخش مهم تجارتی کسی دیده نمی شود. مسئولان میگویند که تمیم شانساب نواسه امیرالدین خان شانساب رئیس پیشین شرکت نساجی گلبهار است و این خانه از سوی داماد این خانواده فروخته شده است، اما تمیم شانساب با فروش این خانه مخالف است. دقیقاً در روبروی خانه تمیم شانساب حوزه دهم امنیتی قرار دارد. کوچه دیگه هم ساختمان لوی سارنوالی افغانستان است.
وقوع این درگیری در یک بخش مهم تجارتی پرسش‌ها و انتقادهای جدی را درباره حاکمیت قانون به میان آورده است. بدبختی از خود حکومت شروع میشه. اگر حق به حقدار سپرده شود، جلوی همینطور دزد و دغل و قاچاقبر و فریبکار گرفته شود، در هیچ وقت ترکار صورت نمیگیره. سرانجام این مقاومت مسلحانه که با خونریزی و تلفات انسانی همراه بود پایان یافت. پلیس از کشته شدن یک پلیس، یک نگهبان شنسب و نیز زخمی شدن 6 پلیس و 1 خبرنگار و نیز 3 نگهبان شنسب در این رویداد خبر می دهد. بیشتر از 60% از مردم افغانستان با آینده بدبین هستند. آمارهای نظرسنجی سالانه بنیاد آسیا نشان میدهند که تنها نزدیک به 31% مردم کشور با آینده خوشبین هستند و 61% دیگر میگویند که کشورشان در مسیر نادرست به پیش میرود. نامنی ها مشکلات اقتصادی، بیکاری و فساد از علتهای اصلی ناخشنودی مردم از آینده گفته شدند. در بخش دیگر از این نظرسنجی هرچند در کل میزان خوشبینی مردم برای رسیدن به یک توافق صلح امسال در مقایسه به سال گذشته بیشتر است، اما این خوشبینی در میان زنان کاهش یافته است. مسعود انصار گزارش می‌دهد. یافته های نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهند که 61% از مردم با آینده کشور بدبین، 33% خوشبین هستند و بیش از 5% هم گفتند که در این باره نظری ندارند. در این نظرسنجی بیش از 50% از پاسخ دهندگان به بهبود امنیت، در حدود 48% به بازسازی و نزدیک به 29% بهبود حکومتداری را همچون مهمترین علتهای خوشبینیشان در باره آینده کشور ذکر کردند. هدف ما در این نظرسنجی در واقع این است که سیاستگزاران کلیدی، رهبران جامعه مدنی، خبرنگاران و جامعه جهانی را کمک نماییم تا برداشت‌های شهروندان افغانستان را درباره امنیت، انتخابات، اقتصاد، خدمات اساسی، فساد، زندگی جوانان، صلح با طالبان و مسائل دیگر داشته باشند. اما علت‌های بدبینی مانند سالهای گذشته مشکلات امنیتی همچون بزرگترین علت بدبینی نسبت به آینده کشور گفته شده است. علاوه بر این، بیش از 37% نگرانی های اقتصادی را علت اصلی بدبینیشان به آینده کشور گفتند. یوش به تفیصد خلق تروس وایج افغانستان یا در زمون حیوات دپ ناسم لور روانده. خود ریدش فیصد خلق بیا هم در فکر کهی چه خوشبین دی چه افغانستان پسایی لور روانده. و در پیوند به صلح و آشتی، شمار کسانی که به احتمال رسیدن به یک توافق با طالبان خوشبین هستند، اندک امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافتند. اما از لحاظ جنسیتی خوشبینی ها بین مردان اندک بیشتر شدند، ولی در میان زنان کاهش یافتند. با این همه یافته های این نظرسنجی نشان می دهند که هنوز هم بدبینی مردم به طالبان در سطح بلندی قرار دارد، در حالی که بر روند مردم سالاری در کشور نزدیک به 70% خوشبین هستند. مردم به یک شکل در تصویر کلی باز هم آلترناتیو یا گزینه بدیل دیگه به جز از دموکراسی نمیبینن. رضایت از دموکراسی هم سالهایی که در انتخابات برگزار میشن هر بلندتر میره. امسال هم در حدود 4% بالا رفته و در حدود 61% مردم از دموکراسی رضایت دارن. بنیاد آسیا از سال 2004 به این سو درباره موضوعات مهم افغانستان نظرسنجی هایی را انجام داده است. سلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان خواهان کمک اسلام آباد بر روند صلح افغانستان شد. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده امریکا میگوید که اسلام آباد از بهره پایان یافتن جنگ در افغانستان باید در گفتگوی صلح با طالبان نقش واقعی را بازی کند. جیمز ماتس تاکید می‌ورزد که زمان پایان یافتن جنگ 40 ساله افغانستان فرا رسیده است و واشنگتن در پشتیبانی از مردم افغانستان تلاش خواهد کرد. تمیم حمید گزارش می‌دهد. همزمان با 3 سفر زلمی خلیلزاد به منطقه، نخست وزیر پاکستان گفته است که کشورش تمامی تلاشش را به خرج خواهد داد تا طالبان را بر میز گفتگو با آمریکا بکشاند. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که زمان پایان یافتن جنگ در افغانستان فرا رسیده است. ما به دنبال حمایت تمامی کشورهای مسئول از صلح در شبه‌قاره و کمک به گذشتن از این جنگ هستیم. در افغانستان جنگ به 40 سالگیش نزدیک می شود.
از سوی هم دبیر کل ناتو در آستانه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل بر نقش سازنده کشورهای منطقه در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. ما از نیروهای دولتی افغانستان حمایت میکنیم و به آنان مشوره میدهیم تا به طالبان این پیام روشن را بفرستیم که آنان در میدان نبرد هرگز پیروز نخواهند شد. از همین رو باید بر میز گفتگوها بیایند و در گفتگوهای واقعی صلح با حکومت دخیل شوند. در کابل شورای عالی صلح به سفر تازه زلمه خلیلزاد و اثرای این سفر بر روند صلح خوشبین است. هر کشوری که با ما همکاری میکنه به خاطر باشه که مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسئله افغان را مستقیم و رو در رو به زودی ما و شما آغاز کنیم. چگونگی پیوستن طالبان به این روند حتی در میان مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی پرسش‌های را برانگیخته است. گروه طالبان یک تهدید برای همه جامعه بین‌المللی بود و با بیش از 20 گروه تروریستی دیگر پیوند یافته بود. آیا اکنون این خطر رفع شده؟ آیا از حضور گروه‌های تروریستی که یک تهدید بزرگ علیه همه کشورهای منطقه و جهان بودند و هستند جلوگیری خواهد شد؟ همزمان با سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش می‌دهد که ملا هبت الله رهبر طالبان هیئت سیاسی این گروه را در دوحه نیز از بهر رایزنی‌های بیشتر به پاکستان فراخوانده است. یک مقام طالبان گفته است که فراخواندن این هیئت بسیار مهم است و سرنوشت بسیاری از چیزها را در دور بعدی گفتگوهای این گروه با آمریکا روشن خواهد ساخت. در این حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که طالبان نمیتوانند ارزش‌های 18 ساله حقوق بشری و حقوق زنان را در افغانستان با آغاز احتمالی گفتگوهای صلح زیر پا کنند و با شهروندان کشور از این ارزش‌ها دفاع کنند. سیما سمر میگوید که اکنون هم بیشترین ارزش‌های حقوق بشر از سوی کسان زیر پا میشن، اما باید برای حفظ این ارزش‌ها سهم زنان در روند صلح معنادار باشند. در این حال رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان میگوید که صلح پایدار در افغانستان نیاز من در رسیدگی به نقض حقوق بشری و به کیفر رسانیدن عاملان آن است. از 72 سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجا در کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بزرگ داشت می شود. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید برای پیشگیری از قربانی شدن هرچی بیشتر این ارزش ها باید برای زنان سهم معنادار در روند صلح با طرف های درگیر داده شود. ما فکر نمیکنم اینا بتونن جامعه افغانستان پس 20 سال قبل ببرن، اما باید ما همگی بیدار و آگاه باشیم تا نگذاریم که اونا ببرن ما را به عقب. مردم میپرسن که امارت طالبانی یک تجربه تلخ برای همه مردم افغانستان و یک حکومت مستبدانه مذهبی توأم با کشتار و زندان و شکنجه بود. آیا طالبان باز هم به همان فکر و خیال هستند؟ اما نماینده سازمان ملل متحد صلحی را که ارزش‌های حقوق بشر در آن زیر پا شود را ناپایدار و آسیب رسان می‌داند. گذار از جنگ به صلح تنها زمانی به صلح پایدار می‌انجامد که به نقض حقوق بشر با یک رویکرد متکی به عدالت رسیدگی شود. کشور ما به عنوان کشوری که قربانی درجه یک جنگ های نیابتی است. 40 سال رنج و درد و مصیبت، ولی هنوز هیچ کسی به میز محاکمه کشانده نشده. هدف از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برقراری و تضمین حقوق و آزادی های برابر برای جهان گفته می شود. شمار دختران و زنان که کارمندان دولتی و فعالان عرصه حقوق زن هستند در شهر هرات گرد آمدند که تجربه های آزار و اذیت های جنسی گذشتهشان را با هم در میان بگذارند. آنان میگویند که شکستن سکوت زنان و نیز انگیزه دادن به زنان در پیکارهای آزارهای خیابانی و محیط کار از هدفهایشان هستند. این حرکت در ادامه پیکار جهانی آواز مرا نیز بشنو است که یک سال پیش آغاز شد و در سراسر جهان گسترش یافت. چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز.
ایران هشدار میدهد که اگر امریکا مانع صادرات نفت این کشور شود، هیچ نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد. رئیس جمهور ایران میگوید که امریکا نمیتواند مانع صادرات نفت ایران شود. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشکی اخیر ایران را بررسی میکند. تهران آزمایش این موشک را تایید نکرده است، اما میگوید که آزمایش های موشکی حق این کشور هستند. رئیس جمهور ایران بار دیگر هشدار می‌دهد که اگر ایالات متحده مانع صادرات نفت این کشور شود، ایران تنگنه هرمز را خواهد بست. یک سوم نفت صادراتی جهان به شمول نفت کشورهای خلیج از همین راه می‌گذرد. اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده که کشورش گفته است می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، از آنچه که نقض توافقنامه ها از سوی ایران، روسیه و چین می‌گوید انتقاد می‌کند. ما مسیرمان را از توافقنامه هسته‌ای ایران تغییر دادیم، زیرا در میان چیزهای دیگر فعالیت‌های خشونت‌بار و بی‌ثبات کننده ایران روح این توافقنامه را زیر پا گذاشتند و امنیت مردم آمریکا و متحدانمان را با خطر روبرو ساختند. ما متحدانمان را رهبری می‌کنیم تا بلند پروازی‌های انقلابی ایران را مهار کنیم و به فعالیت‌های هراس افغانانه جهانی ایران پایان دهیم. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست سری آزمایش اخیر موشکی ایران را بررسی می کند. ایالات متحده دو روز پیش ادعا کرد که ایران یک موشک میان برد را که توانایی حمل چندین کلاهک را دارد آزمایش کرده است. ایران گفته است که آزمایش های موشکی حق این کشور است و ادامه خواهد یافت. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. ارتش اسرائیل از آغاز یک عملیات نظامی برای نابودسازی یک تونل ساخته شده از سوی حزب الله لبنان در شمال اسرائیل خبر می‌دهد. مقام‌های نظامی اسرائیل که این تونل را یک تهدید در برابر اسرائیل می‌دانند، می‌گویند که این عملیات در قلمرو اسرائیل انجام می‌شود. تاکنون حزب الله لبنان در این باره واکنش نشان نداده است. نخستین نمایشگاه تولیدات نظامی در مصر پای صدها تن از مقامها و شهروندان مصر و مقامهای کشورهای دیگر را به قاهره کشانیده است. شمار بزرگی از شرکتهای مشهور تولید جنگ‌افزار و ساز و برگهای نظامی تولیداتشان را در اینجا به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌خواهند به جهانیان بگویند که مصر هرچند در صحرای سینا با جنگجویان داعش در نبرد است، یک کشور امن و باثبات است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. یک نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می دهد که پس از نامنی ها بیکاری علت اساسی بدبینی مردم با این دایه کشور هست. بیشتر پاسخ دهندگان نظرسنجی بیکاری را یک مشکل بزرگ در مناطقشان گفتند. به 87% این افراد چالش های بازار را فراراه جوانان کشور و مشکلات اقتصادی و بیکاری دانستند. بنیاد آسیا میگوید که امنیت و ثبات سیاسی که زیربناهای فعالیت های اقتصادی هستند هنوز تامین نشدند. حیدر شاه امید گزارش میدهد. بنیاد آسیا در 14 نظرسنجی سالانه اش درباره اثرگذاری اوضاع اقتصادی بر شکل گیری دیدگاه های شهروندان و چگونگی تغییر اوضاع اقتصادی آنان در یک سال پسین پرسش های گوناگونی را مطرح کرده است. در این نظرسنجی از میان بیش از 61% از پاسخ دهندگان که گفتند افغانستان به سمت و سوی نادرستی در حرکت است، در حدود 40% آنان نابسامانی های اقتصادی را از علت های رفتن افغانستان در مسیر نادرست گفتند. بعضی از احصائیه ها نشان میدن که افغانستان سالانه در حدود 400,000 قوه کار ایجاد میکنه، اما وضاحت کافی وجود نداره که آیا به می 400,000 قوه کار و می 400,000 مردم فرصت های کاری میسر میشود و یا خیر. پاسخ دهندگان این نظرسنجی بزرگترین مشکل جوانان را اوضاع بد اقتصادی و دومین چالش فراراه زنان را بیکاری گفتند. من به دورز عیدات و 2000 3000 4000 پوره
اوس نو د خپل دکانو کرایم نه سپوره کوي. بیش از 52% از پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتند که در مقایسه با پارسال فرصت های کاریابی کمتر شدند. پیشرفت ها با وجود آمده در ترانزیت، مگر روز به روز تجارت کم شده میره. و علت اساسی ای است که سطح زندگی مردم، سطح عواید مردم پایین شده میرند. ما ایره پیش بینی کرده بودیم، هم بانک جهانی و هم وزارت اقتصاد، که رشد اقتصادی ما کمک کم میشه، اما وضعیتش مثبت ادامه پیدا میکنه. یافته های بنیاد آسیا نشان میدهند که نابسامانی های اقتصادی برخی از شهروندان کشور را به مهاجرت واداشته است، چنان که پس از ناامنی ها نابسامانی های اقتصادی از علت های تصمیم پاسخ دهندگان به ترک کشور بوده است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 90 پول، یک یورو 86 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 542 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. خواهی ملک، خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. سعود افغانستان به جام ملت‌های 2019 فوتسال زیر 20 سال آسیا رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال زیر 20 سال آسیا با سعود سه تیم افغانستان، ایران و قرقیزستان به جام ملت‌های آسیا که در سال 2019 برگزار خواهد شد به پایان رسید. ملی پوشان فوتسال کشور در مرحله پلی آف در سومین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا تاجیکستان را با حساب 4-1 شکست دادند و برای نخستین بار به جام ملت‌های 2019 فوتسال زیر 20 سال آسیا راه پیدا کردند. حاصل علمی برنامه‌ریزی خوب همین نتایجی بود که ما گرفتیم. تبریک میگم، پیروزی شیرین تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان و برابر تاجیکستان و راهیابی به مسابقات فاینل، به فاینل مسابقات جام ملت‌های 20 سال آسیا که 6 ماه بعد برگزار میشه. هدف اون که به عنوان سرگروه بریم متاسفانه نشد. بازی با ایران بر حسب اتفاق باختیم. این در حال است که تیم‌های ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان از مدعیان قهرمانی مرکز آسیا نتوانستند به جام ملت‌های آسیا صعود کنند. رقابت‌های مقدماتی فوتسال زیر 20 سال آسیا با حضور 6 تیم از مرکز آسیا به میزبانی کشور ازبکستان برگزار گردیده بود که افغانستان در گروه الف این رقابت‌ها با تیم‌های ترکمنستان و ایران هم گروه بود. رئیس جمهور غنی میگوید که جناب به حرمتی در برابر ورزشکاران دختر و پسر در افغانستان پذیرفتنی نیست. آقای غنی در واکنش به ادعاهای آزار اذیت جنسی و فیزیکی اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور میگوید که او تحمل چنین بد اخلاقی را ندارد. آقای غنی از لوی سلموالی خواسته است که این اتهام ها را بررسی نماید. داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما سپاس. برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.